بهترین گوهری گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است، میگوید کلمه کاشانه. بیننده های ارجمند السلام علیکم، برنامه نوبتی در صحبت صاحبیلان منظوری شماست و امروز ما در برنامه نفری را دعوت کردیم که واقعا هم یک انسان زنده دل، صاحب دل، نفری که زندگیش با کتاب است، با فرهنگ است، با معنویات است، نفری که به جوانان امروز درسی مناسبت ساختن را، درسی اطلاع شناسی را به آموزاند. هم صحبت من استاد ژورنالیستان جوان، استاد دانشگاه دولتی خوجند، کافیدری ژورنالیستیک و نظری ترجمه و همچنین مدیر کتابخانه دانشگاه دولتی خوجند، معلم ارجمند، ژورنالیست معروف دلبر سمدو هستند. معلم عزیز، خوش آمدید میگم. راستی من برای چی در آغاز اینقدر در مورد وظیفه ها تو راستی معلمی عنوان هایشان و وظیفه هایشان خیلی زیاد است، چون نفری پرکار مسئولیت شناس که هستم از همه درجه بلندتر این پیش از همه باوری مردم را به خودشان کسب کردن که این واقعا هم نعمتی بزرگ است. معلم شما رو با این نعمتی بزرگ تبریک میگویم که خداوند به همه نصیب نمیبیند. و من در آغاز یک خصلتی بسیار گرید با من بسیار معقولتان هست که من همیشگی میآموزم که واقعا برای این کار انجام دادن مهارت لازم و این هم استعداد فیتی هم هست میدانم در شناخت خودم. شما با همه مناسبت سخته میتوانید و نفری نیست که مثلا حتی در حالت جهل باشد شما او را آرام کرده میتوانید که سخن را به ملایمت فهمانیده او را به یک مجروی مناسبت خوب انسانی در آورده میتوانید. گذشته از این ان همین مناسبت سختن را شما پیش از همه از که آموختید؟ تشکر. السلام علیکم بینندگانی ارجمند. الهام جان مرا اونچنان معرفی کردن که من قریب که خودم نشناسم. خوب سوری میکنی و سوالم با اونچنان گذاشتید که نمیدونم از چی شروع کنم. واقعا وقتی که به برنامه دعوت کردید مرا یک هیجان عجیب فرا گرفت که تا کجا من به همین برنامه، به همین صحبت صاحب دلان ارزنده هستم، تا کجا من صاحب دل هستم. هرچند که میگویند که همه دل دارد، هر یک انسان زنده دل دارد، ولی عنوان همین برنامه بسیار برنامه عجیب که در صحبت صاحب دلان. پس این ارزان درک میدهد که دل داشتن این هنوز دل داشتن نبوده است. صاحب دل بودن این علاقه دلی رو باید داشته باشی که واقعا بزرگ است و واقعا در تپیش است. و در مورد سوالی که گذاشتید، هر نفری که به دنیا می آید خداوند علاقه در قسمتش نوشته است، هنوز در بطن مادر. و همیشه در مورد نومی من اگر گوییم بسیار بحث عجایب هم هست. وقتی که هنوز من به دنیا اون نامده، یک خوله من میگویند که اگر دختر تولد شود نامش را دلبر میگذاریم. و 6 ماه پیش از من زنی اما که من تولد میکنند و نامش را دلبر میگذارند و طبیعی است که سمندوه. و مادرم میگویند که نه، نمیشود که آنها کنون دلبر گذاریم. میگویند که خیلی اگر از حد زیاد تو نخواهی دلبرای میمونیم. و همین گونه نامی من دلبرای شد. و مادرم با افتخار میگفتن که تو به نامت مناسب هستی، تو واقعا مهربان هستی. و البته استادی هر یک نفر پیش از سما مادر است. بله بله. که روانشان شد واقعا در دلبر بودنی من، در یک تشکل یافتنی من همچون یک انسان حصه ارزنده گذاشتن. و من همیشه از اون کس منت پذیرم و وقتی که بله فقط به نیکی یاد میکنم. میگم که مادری من چقدر دلی بزرگ داشته بود هستن که در وقتش مرا برای تحصیل با پافشاری های من تن داده، با تحصیل به شهر دوشنبه اجازه دادن. و اون وقت که من هنوز این مهر مادری نمیفهمیدم، میگفتم که چی جایی بعد از هیچگم نی در دوشنبه تحصیل کردن. ولی بعد فهمیدم که برای مادر چقدر دشوار که فرزندش از خودش دور باشه. بله بله. و واقعا هم همین نکته که
بسیار خوب گفتید که واقعا هم نام به خصلت موافق آمدن و این مناسبت ساخته توانستن و انسان را شناختن و در موردش سخن را دانسته گفتن و کسی را نه آزاریدن، پیش از همه این گویم از مادر به شما گذشته است که واقعا توانستن که در دلبری خودشان واقعا همون دلی بزرگ را جا داده باشن. و البته باز در تشکل یافتن انسان استاد هست. میدونید الهام جان، من واقعا آدمی خوشبخت هستم. من همیشه شکرگزار از خداوند هستم که مرا همیشه با بنده های بهترینش روبرو ساخته است، با استاد فرزانه. بله. که هنوز ما از دوره های جوانی بسیار دوست دوگانه بودیم. خب خواهر بزرگشان معلمه مطلوبه خواجایوه هنوز از دیر آشنایی داشتیم. خب در مکتب انوار غفوروف، انوار جان غفوروف در با ژورنالیستیکا برای قدم نهادن من سبب شدند. خدا رحمت کند دایرکتور مکتب معلم اولیموف بسیار همیشه من تعریف میکردم و تعریف های اون کس به من باز هم الهام میبخشید. و سپس در دوشنبه استادان بزرگ من ابراهیم کنجایوش عثمانوف، اسدالله سندالایف، معلم عبدالستار نورعلیف، پیش از همه واحد اسراری سهمی بزرگ دارن و من گمان میکنم که امروز با هر نفری که آشنا میشوید این یگان تاش تصادف نیست و همون نفری که شما شناس میشوید حتما در حیات شما نقش میگذارد و باور کنید شما هم در حیات من نقش دارید و بسیار چیز منم از شما میاموزم. زندگی این چیزی است که درسی است که همیشه ما در خواندن هستیم و هنوز و من بسیار میگویم که پیغمبری خدا محمد صلی الله علیه و سلم تاکید کردند که از گهواره تو گور علم آموز. بله. و ما همیشه در آموختن هستیم. بله، تشکر معلمه. واقعا هم از استادان یاد آوری کردید که واقعا هم بگن که بزرگان را بزرگان زنده می‌دارند، بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می‌دانند که روانشان آنهایی که از ما رفتند روانشان شاد باشد. بله. که در تربیت شاگردان خدمتگزار شدند که امروز شاگردان نام آنها را بازم روی صفحه های زندگی می‌آورند به خاطر آن که نقش دستان آنها در تربیت شاگردان بسیار بزرگ است. معلم عزیز، من یک نکته را میگویم که همین هیچ کس از پیش خود چیزی نشود، شما قسما جواب دادید که واقعا هم. اما همین مهارت سخن گفتن، به علم توجه کردن، مخصوصا بگیم کتاب دوست بودن رو در انسان یک جوهری هست که خانوخو همون چیز میکشد. بنابر همین وقتی من شاگرده بود باری اول شناسایی میشد، من میپرسم که در اولاد شما تقویتون خالتون یکان نفری بودن که مثلا مینویسن یا شعر میگوین یا نفری که ایجادکار هستن؟ من از شما پرسیدین هستم که معلمه این در جوهری شما، در تینیت شما از کجا منشأ میگیرد؟ معلمه راستی درست قید کردید، طرف پدری من، خشتباری پدری من واقعا شخصیت های بسیار ارزنده هستم، هم از طرف پدری هم از طرف مادری هستند که در اولاد مثلا یکی از خیشانی که من با افتخار نام میبرم اویله ربی جانفا هستند که مثلا روانشان شد. اما که کلونی من مثلا اسما فرزندی کلونی نبی جان ربی جان اون کس دکتر علم های تکنیکی فیزیکی تکنیکی بودن. دادری اون کس شما خوب میشناسید، همه خوب میشناسند، دکتری مشهور جراحی خیلی معروف هستند، محمود جان ربی جان. بله. خوب و اصلا اویله سمدف ها از طرف پدریم بسیار شخصیت های هستند که واقعا در پیشرفت همین جامعه نقش بزرگ دارند. خب بابایم ما خودمون در خاطر نداریم، حتی پدرم بسیار جوان از مهری پدری محروم گشتند، ولی میگویند که عبدالصمد سرکور خیلی نفری بودند که با خش تبارون نیکی های زیاد کردند، نوبست از اون که دهقان بودند و با دهقانیشون چقدر در خوندن و در تشکل یافتن خشاوندان سهم گذاشتند. و از طرف مادریم هم همین خیلی هستند نفرونی که در بزرگ شدن من، در البته بزرگ گفتن این کمتر چی است، در تشکل یافتن من همچون انسان، همچون یک شخص نقش گذاشتن. ولی همین مهری مثلا محمود جان ربی جانف
بسیار سعدی شناس خوب هستند و بس از آن که اون کس جارو هستند بسیار کتاب میخونند. وقتی که من در دوشنبه میخوندم اون کس کماندیروفکا میرفتند و با من سوال و جواب میکردند، محتوب بعضاً شرم میکردم که چقدر اون کس زیاد میدانند و من کم. شاید هستم اون چیزهایی که در جوهر شاید همین باشد که در کودکی پخت چینی میرفتیم و من چون دختری دهات هستم از همین ماهی مای شروع از همون خشووی و یگونه و معلقه در زمین پختزار بودیم. همراهی من همیشه کتاب بود و اگر برق خاموش کنند، یعنی که همه وقتی خوب رفتن، من در شعله چراغ بیرون کتاب میخوندم. عشق همین کتاب به درجه زور بود که نوبست از اون که برق خاموش هم کنند من میخوندم. بله، تشکر. و امروز واقعا معلمی ارزمند ما در برابر استادی ژورنالیستان بودن همچنین یک مسئولیتی بسیار مهمی را بردوش دارند که این نگاه دارنده ای نهمان مخزن معنویات دانشگاه، مدیر دیرکتر کتابخانه دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بابا جان غفورف هستم که این البته مسئولیت و مسئولیتی که از گذشتگان تا به امروز این واقعا مخزن کتاب اومده، امروز مسئولیت اون به ذمه شما است و من طریق رسانه ها احساس میکنم وجه واقعا یک محفلی بسیار خوب گرمی رو نیز تشکیل کرده اید که امروز محفلی دوستداران کتاب بسیار گرم است. البته در این پیشروی در عبود شدن کتابخانه سهمی بیوسته خودی رکتر کلان است. بسیار کتاب دوستدار هستم، این چیز اعتراف کردم که به قدر کتاب میرسن، بسیار کتاب میخونن و هر پیشنهادی که از جانبی من بود دستگیری کردن و واقعا دوامی 53 سال کتابخانه اینونتریزاسیا یعنی از نو بقیدگیری نشده بود. شروع کردیم از همین، چون در ورق رقم ها هر گونه بودن تا 500 هزار 300 هزار بیشتر از اون. خوب گفتم بیاید اول بشماریم که چند کتاب داریم. به همین کاری سنگین دست زدیم. کارمندان میگفتن که برای این 4-5 سال لازم، ولی یک سال یک و نیم سال دیرش قطعی بسندگی کرد که ما این کاری سنگین به انجام رسانیم. کتابخانه پر از تعمیر برآمد و مهمترین از همه وقتی که من تالار می در آمدم و همین از همه زیاد 20-30 دانشجوی می دیدم، همیشه ارزو می کردم که همین تالار پر باشد، جای نشست نباشد. اگر من همین کار کرده توانم پس من توانستم. ویلهام جان باور کنید من امروز زوقم می بیاد، همین ساعتی 8 می روم که اقلا هیچ نبوده گیش 10-15 نفر هستند. ساعتی 10 علاقه تالار پر است و تا بگاه همین چیز ادامه دارد، شد می شود. بله. پس می گویم که ما وظیفه دار هستیم که جلب کنیم. با کدام را خواهیم نباشد، تمامی شرایط و امکانیت های ما باید فراهم بیاریم تا بچه ها کتاب خونند و کتاب رو آورند. من می خواستم یک نکته را از شما پرسیده باشم معلمه. اصلا اگر شما همین کتاب رو در خونه تون خونید، فرزند شما میبیند، فرزند شما کتاب خون میشود. بله. امروز من مشاهده میکنم که در بیشتر اویله ها مردم با مولیدان کتاب نمیخونند. بله، متاسفانه. ما این علت رو چگونه مثلا ما گوییم این مشکل رو چگونه حل کنیم، چگونه ذوق رو در مولیدان بیشتر کنیم که واقعا به این گوییم ارزش معنوی بیشتر رجوع کنند، چون معلوم است که مادیات همیشه که شکم ما سیر شد تمام، یک نفس انسانی عجیب است. متاسفانه. بله. لوم جان بسیار درست قید کردید، از اویله بسیار وابسته است. ببینید من 3 فرزند دارم. اصلا من 3 فرزند میگم که فرزندان دیگر قهرشون میکنند. شما میدونید که همه شاگرد و فرزندشون همه شاگرد و فرزندانی من هستند، ولی در خانه که 3 نفر هستند بسیار کتاب میخونند، از خوردی بسیار کتاب میخونند. و دختری کلونی من مهرنگیز از هنوز از دانشجویی یک اقدامی رو پیش گرفت، به یکم مصلحت من حتی بی خبر هستم کتاب می خرید و اون کتابی که خودش خونده تمام میکرد برای دیگران برای و اجاره و مبلغ کار میکرد. بعد یک روز گفتم مهرنگیز برای چی میکنی؟ شما خودتون میگویید که کتاب دادن ثواب است.
در مورد اون که از سوال دور نروم، در مورد اون که چی باید کرد که والدان کتاب خونند. میدونید ما هر چیزی که در زندگی این چخلی که گفتید که خوندنیم والدان به فرزندش درس میشود، این چیز من خود در وی خودم دیدم. برای همین من به پدر و مادران، بخصوص به پدر و مادرانی جوان مراجعه کرده میگویم که خب من به همین دانشجویان همیشه میگویم اگر خواهید که فرزندی سالم به دنیا بیاید و تربیه یابد، حتما کتاب خونید. به همسرانتون چیزی بهترین کتاب تقدیم نمایید. انا همینه ما در حد کادیه کتاب در اویلا ما باید ترغیب کنیم. اگر یک کتاب خوند، یا بر تصور کنید که وای چقدر مثلا کودک از اون غذای معنوی میگیرد، ولی از اون شیرینی هایی که بجز بیمار شدن، بجز از دندان محروم شدن چیزی نمیدهد. و تصور کنید که اگر کتاب تقدیم کنیم. و چیزی دیگر، ما امروز خیلی ظاهر پرست شدیم. برای زیبا کردن ظاهرمون چقدر مبلغ های دریغ نمیداریم، ولی میگویم که کتاب قیمت است. کتابی که ارزشش از همه چی بالا است. برای من گمون میکنم که اگر خواهیم که هر پدر و مادر میخواد فرزندی سالم به وای رسد، از کودکی عقلش به جای میکنن که تو حتما چیزی نغزه گو دکتر میشم، معلم میشم، بانکیر میشم و غیره و حکم پریزیدنت میشم. خب برای شخصیت شدنش چی لر کار؟ علم در کار، کتاب در کار. کتاب. بله بله، بهترین. واقعا هم این بسیار نکته خوب گفتید و من اویزده به همین مسئله که رجوع کردید، من میخواستم نظر شما رو پرسیده باشم. برای چی ما امروز ارزش ها رو تغییر دادیم معلمه؟ افسوس. در همین مورد دیروز با سنگینف جمعه با رحمتویچ دکتر علم های تیب و دوستی نزدیکم صحبت داشتم. من واقعا همشون شخصیتی بزرگ اعتراف و احترام دارم. بله. یک صحبتی خوبم داشتیم و گفتن که دلبر خون با این چیزها دلتون زیق نکنید، امروز ارزش ها دیگر شدن و بسیار بحث کردیم، گفتیم چی باید کرد که از ارزش ها رو تغییر دهیم. میدونید الهام جون، ما بسیار چیزها رو علاقه گم کردیم و از نو اون چیزهای به دست آوردن خیلی زحمتی کلان دارد. برای همین واقعا افسوس که ما در جامعه احترامی معلم نمانده است. شما تصور کنید در کودکی ما از معلم، برای معلم شدن چخل ارزو میکردیم. معلم رو برای خودمون معلم برای ایدیال ما ایدیال بود. بله. ولی افسوس که امروز چنین نیست. دختری من که در فکولته پسیخالوگیا میخوند، دیروز با تجربه آموزی رفت و اومد با تب خیره، چون وقت خودش در مکتب خصوصی خونده است از صنف یک تو تموم کردنشه، از همین چیزها دور بود است که خیلی و خیلی ناراحت شد. مناسبتی استاد و شاگرد دادید که در کدام حالت است. افسوس، افسوس که امروز معلم اون آبروی اعتباری که داشت نداره. بله بله، واقعا بسیار مؤثر. اما واقعیت گفتیم معلم، تشکر. و وقتی من به این برنامه آمادگی میگرفتم، راست من بسیار میخوام که با شما صحبت داشته باشم، اما چون فرصتی برنامه که ما رو اداره میکنند، من یک نکته رو از شما پرسیدین هستم. وقتی از شاگردان پرسیدم که امروز من مادر شما رو و برنامه دعوت میکنم، اونها بسیار ذوق کردن. من احساس کردم که اونها بسیار میخوان که انا همین مادری معنوی اونها همیشگی گویم از نه تنها در داخل اودیتوری، اینچنین برای امین گویم معرفتی بلند خودشان داده باشند، به خاطر اون که همیشگی میخوان که سیمای استادشان دویم در پیش نظرشان باشد. و گفتم که از استادتون چی رو پرسم؟ برای من بسیار عجیب است که شما بخوبتر. بعد گفتن که از معلم پرسید که وقت برای اون کس چی است؟ چون که در مورد وقت معلم اینقدر وقت رو بسیار بزرگ میدونن و احترام میکنن و این گویم یک برای خودشون بسیار یک گوهر قیمت هم هست. بله بله، واقعا من برای دانشجو همیشه میگم که
چیزی که از همه چیز قیمت‌ترین این میدونی چی است؟ و اکثریت به هر خل جواب میدهند و کم کسانی هستند که میگویند که وقت، متاسفانه. ولی وقت واقعا چیز قیمت است. عمری که رفته ایستاده است. با گذشت زمان نمیدونم عمر انسان به درجه خوب میبینید روز دوشنبه میبینید الکه هفته به آخر رسید. یکون ارزش ندارد. اینقدر وقت میدود. و من همیشه میگویم همروی شما همیشه باید یک کتاب داشته باشید. خوب معلم دیر کرد شما یک صحیفه کتاب خونید. شما در مرشود که در نقلیات های جمعیتی میگردید وقتتون فراون است. اقلا دو صفحه کتاب خونید. نفری رو منتظر شده کتاب خونه. وقت تیز میگذره. و دیروز همین گپی من رکترم تاکید کردن از دانشجویان که امروز متاسفانه وقتی کتاب خونه کم داریم. چون روبر هستی، در تکوپوی زندگی هستی، مادر هستی، پدر هستی و غیره و حکزا. و بهترین ایام این ایام دانشجویی است، مکتب خونی است که وقتت فراوان است. و اگر ما ان همون وقت ما قدر کردن یاد گیریم و این ان همون قدر کردن وقت هم از همون اویله شروع می شود. بله بله که تو کجا ما به انمی فرزندامون و قیمت بودن وقت می آموزیم. تأکید میکنیم که تو وقتت برای انا همین ما حتی میدونید برای دانشجویان شاید برای همه این چیزا گفته باشن یک بسیار وقت سپورش میدم میگم که همین 24 ساعت شما تقسیم کنید. چند ساعتی همین 24 ساعت برای چی ها صرف میشود و معین کنید که در یک سال یا که در 50 سال اگر مثلا شما خواهید که 50 سال عمر میبینید 60 سال 70 سال و تقسیم کنید که چقدر وقت شما با چه ها صرف میشود و میبینید که عمر بهترینه که برای خودتون یکون چی برداشت کنید. افسوس که خیلی سال کم است. بیاید انا اون چیز قدر کنید. تشکر معلمه. معلمی ارجمند ما سنه 14 فوریه بسیار یک روزی فرخنده دارم. این راستی هر یک نفر انسانی روی این عالم یک روزی را دارد که در آن روز به دنیا آمده است. این روزی بسیار که این برای هر یک نفر خاص است. و معلم عزیزی ما سنه 14 فوریه زادروز دارند. اولا من از نام خودم، از نام اهل ایجاد و تکنیکی تلویزیون سیم، از نام راهبریت شما را تبریک میگویم. شما استاد ما هستید. چون که من سال 1998 در خاطر دارم که ما از مکتب معلمه گذشتیم که در سیمای مستقل یکم معلمه همراهی ما بودند و از تجربه ایشان بسیار بهره ها گرفتیم که برای ما حق استادی دارند. و شما سپاس. عمری دراز، تنی صحت، خاطری جمع. همیشه از حضورتان همین دوستان و شاگردان و پیوندان و فرزندان همیشگی بهره ور باشند. و خیرم با حضورتان این محفل ها همیشگی گرم باشد. معلمه عزیز در انجام یک چیز پرسیدم، در زادروزتان چرا تحفه گرفتن میخواستید؟ بسیار سوال عجیب. الهام جان، من بعدی که با کتابخانه با کار اومدم، بعد با خبر شدم که 14 فوریه روز بین المللی تقدیم کتاب است. خب بعد گفتم چی باید کرد؟ تو همون وقت تحفه گرفتن دوست می داشتم. و بعدی که سال اولی دایرکتوری یعنی که با دانشجویانی که زیاد به کتابخانه میویند کتاب تقدیم نمودیم. و وقتی که لذت تقدیم کردن بخصوص کتاب دیدم گفتم باید تحفه گرفتن، نزدی تحفه دادن هیچ بود است. و دیروز یک چیزی عجایب خوندم. یک نفر بسیار ارزو میکرده است که خوشبخت باشد و ارزو کرده است که ماشین داشته باشد. خب صاحب ماشین ارزو کرده است که کار بهترین داشته باشد، راهبر باشد، رسانده است، پول بسیار داشته باشد و یکون چی قصر سازد، همه چی برسانده است، ولی هنوز به خوشبختی احساس نمی کند. پس به یک نفر گفته است که من چیکار کنم که خوشبخت باشم. گفته است که از همین بایگری که داری کمتر به همین مردم تقدیم کن. خب گفته است گیر همین بایگری منو تقدیم کن. گفته است نه، بیا یک جای می رویم. و با اون نفرانی که لباس ندارند همه هدیه تقدیم میکند و یک نفر کودک میگوید که یک بار برای من نگاه کنید. و
و همه خیلی برایش نگاه میکند، حیران میشد، میگوید برای چی؟ میگوید که من روی شما رو خوب دیدن میخواهم، در خاطر گرفتن میخواهم که یکون وقت اگر من شما بینم گویم که این نفر یک وقت به من تقدیم کرده بود، ولی حتی میخواهم در آن دنیا از شما یاد کنم که شما به من مرا پوشانده بودید. و انا همین لذت تقدیم کردن تحفه این دیگر است، از تحفه گرفتن. و من تصمیم گرفتم که حتما باز هم روزی 14 فوریه به دوستداران کتاب هدیه کنم. و این یک عادتی که شما هم از این چیز باخبر در اویله استاد فرزانه، مادرشون روانشون شاد باشد، برای همه ما مادری معنوی هستند، بسیار من دوست می داشتم معلمه عزیزه. در اویله همینو یک انعنه هست، خواه نخواه که یکی نروی توفه استاد فرزانه آموده هست، حتما یک چیز دستاویزی برای تو میتین که دیگر آدم شرم میکنن. و انا همین چیز من بعد احساس کردم که این چی لذتی داشته است. و من ارزو میکنم که نه تنها در روز زاد روزم، همه روز ارزو میکنم که تمام مردم همین کشوری عزیزی مخشبخت باشن، این بلاها از روی عالم گم شود، به زندگی انعنوی که داشتیم برگردیم، مردم کتاب رو دوست دارن، به قدری وقت رسن و برای همدیگر کتاب تقدیم کنن. و میخواهم که همه مردم کتاب دوست دارن، عاشقانی کتاب باشن و به همدیگر کتاب تقدیم کنن. این ارزوی همیشگی من است. بله معلم عزیز، برایتان تشکر میگویم. همیشه سرسبز باشید، سربلند باشید، خانواده باشید، سلامت باشید. چون ما در سال 2020 واقعا دیدیم که این گوهری بسیار بزرگ انسانی، سلامتی واقعا قیمتی بسیار بزرگ دارد. همیشه که سربلند و خانواده باشید. برای اشتراکتان به شما تشکر میگویم. به شما تشکر که برای من امکانیت فراهم آوردید که من یک صحبتی خوبی با شما داشته باشم. و این برای من مسئولیت است، مسئولیتی ما رو در نزد جامعه، در نزد دانشجویان باز هم بیشتر میکند این صحبت. و من گمان میکنم که همگی این برنامه شما، برنامه های دیگر شما، اصلا تمام اون چیزی که استحصال میشد برای مردم، این برای باز هم بهتر شدن حیات مردم است. و من گمان میکنم که صحبتی ما هم یک قطره اگر تواند برای مردم فایده بیارد، من شما خوشبخت هستیم. سلامت باشید. سلامت باشید. رحمت تشکر زیاد. بیننده های ارجمند، در صحبت ما امروز نه تنها یک نفر انسان فاضل دانشمند، اینچنین یک نفری سخاوت پیشه نیست حضور دارن. به خاطر اون که من از قسمتی واقعا سخاوتمندی معلم اینجا یاد نکردم، به خاطر اون که اصلا معلم یک عادتی بسیار عجیبی شما هست. همیشه گی دوست نمیدارن اصلا این کاری که مثلا کاری خیری که انجام میدهن، میگن که اون خالق یک تا خودش میبیند خیر. تشکر، همیشه گی سربلند و خانواد بشید معلم عزیز. و من در این برنامه یک نکته بسیار عجیبی هم از معلم اون مختم که واقعا توانیم که به قدر وقت رسیده باشیم. استاد لایق معلم زمانی که نقل کردن همون بیت استاد لایق خدا آمد که وقتی اون است که اهل سخن، وقتی خود را گذرانیم زی وقت، متوانیم که به قدر این وقت رسیده باشیم. چون این گوهری گرانمایه بسیار ارزشی بزرگ دارد، چون از دست رفت همگی افسوس میماند و ندامد. پس چون در امروز فرصت داریم، توانیم که به قدر همین نعمت وقت و اینچنین به قدر معنویات، به اون چیزی که امروز ما محور صحبت ما بود، کتاب، رسیده باشیم. این برنامه در صحبتی صاحب دلان بود با استاد ارجمند دلبخش صمد. خیر، خانواده سربلند و کامیاب باشید.